در خصوص حادثه پنج دی و ستاد پیشگیری از حوادث کوهستان در اون روز با مخاطبان پایگاه خبر رودکنان صحبت کرد. در روز حادثه نفرات مستقر در گردن کلکچال باشگاه بهمن بود، آقای امید محمودزاده و حسن محمد نیا که ساعت 10:11 صبح بود تماسی داشتن با مدیر عامل باشگاه مبنی بر اینکه هوا خرابه و مثل اینکه بالا اتفاقی افتاده، بالاتر از اون ارتفاعی که اینا مستقر بودن، اجازه می‌خواستن که به سمت بالا برن برای کمک رسانی و امداد. آقای شاهبنده اشاره به این داشتن که فقط جلوی کوهنوردا رو بگیرید و جلوگیری کنید از آسیب و در همون منطقه فعالیتتون رو شروع کنید و با ما در تماس باشید. یک ساعت دیگه تماس ها مکرر شد، شرایط آب و هوایی بدتر می شد، آقای امید محمودزاده مکرر تماس هاشون رو با ما در ارتباط بودن و در آخر هم ساعت 12:01 حادثه بهمن کلکچال رخ داد و شاهد حادثه تلخی بودیم و به خانواده ها تسلیت عرض می کنم. آقای میرزاده، شما به عنوان مسئول روابط عمومی از کوهنوردی استان تهران، آیا به نظر شما صعود به هر قیمتی به قله ضروریه؟ نه، ضروری نیست. اون قله، اون کوه تا هزاران سال دیگه سر جاش هست. مهم سلامتی ماست، مهم عمری که داریم میگذرونیم و چه بسا باید کاری بکنیم که هیچ عزیزی از جمله خانواده هامون داغدار نشن. خانواده جامعه کوهنوردی خانواده بسیار کوچیکیه، ولی دل بزرگی دارن همشون. وقتی پا تو عرصه امداد میذارن، پا تو عرصه کمک رسانی میذارن، این از منش و از کرامت یک انسانه و قابل تحسینه و امیدوارم که فقط کوهنوردا به توصیه های پزشکی، به توصیه های ایمنی لازم توجه کنن و آموزش رو پیش کارشون قرار بدن. و در پایان خیلی دوست دارم نظرتون رو و انتقادات پیشنهاداتون رو در خصوص پایگاه خبری رادیو کوهنورد بشنوم. پایگاه خبری رادیو کوهنورد، من اوایل کارهای روابط عمومی و رسانم با آقای رحیمی بزرگوار فعالیت داشتم. فقط میتونم بگم که استاد بنده هستم و من توی این پایگاه رشد کردم و امیدوارم که روزهای خوبی در انتظار این پایگاه باشه، چرا که مدیریت محترمشون، سردبیر محترمشون از روابطو میگرفته، از مسئول گرفته، همه با دل جان دارن کار میکنن و این احسن دارو دست مریضات بهشون میگن. رادیو کوهنورد روی موج همدلی فرکانس بی نهایت. عرض سلام و درود و خدا قوت دارم خدمت همه شما مخاطبان گرامی پایگاه خبری رادیو کوهنورد. پایگاه خبری رادیو کوهنورد طبق قانون مطبوعات در حوزه‌های کوهنوردی و صعودهای ورزشی، محیط زیست، هلال احمر و گردشگری در سراسر کشور فعالیت میکنه. تا یادم نرفته باید خدمتتون عرض کنم که این رسانه هیچ گونه رابطه حقوقی و غیر حقوقی با صدا و سیما نداشت و نداره. شما هم میتونید سوژه ها و دغدغه های خودتون رو با ما در میون بذارید. با ما همراه باشید.